مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه هشتم، زندگی در بستر سنت های الهی، تهران، مسجد امیرالمومنین، ماه مبارک رمضان، 45 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ابتدا سؤالی رو مطرح کنم و نکته ای رو به عرض دوستان خودم برسونم، بعد بحثمون رو ادامه بدیم. ما اونجوری که عرض شد میخوایم قواعد حیات رو درک کنیم. خب وقتی که بدونیم دنیا چگونه است، این دیگه خود آگاهی ما از دنیاست که ما رو درست خواهد کرد. یعنی چی؟ مثلا اگر ما در قواعد حیات درک کنیم که هیچ وقت خدا روزی رو به کسی مستقیم نمیده و خداوند متعال، حالا این یکی از قواعد حیات، بعداً باید بهش برسیم، ولی میخوام مثال بزنم تا این سوال و جواب رو بتونم جدی بکنم و مطرح بکنم. مثلا ما بدونیم که خدا هیچ وقت روزی رو به طور مستقیم به انسان نمیده، علاقمند است که من حیث لا یحتسب به مؤمنان روزی بدهد، یعنی از اون طریقی که شما محاسبه میکنید نمیدهد، از یک طریق دیگری میدهد. مثلا شما اینو خبر داشته باشید به عنوان یک آگاهی از دنیا، از این حیاتی که درش زندگی میکنی، یا مثلا از این قاعده خبردار بشی که در این دنیا به هر کسی محبت کنی و خدمت کنی، عموماً اینطور، مگر اینکه مورد استثنایی داشته باشه، از اون طریق به شما خوبی نخواهد رسید. یعنی به این آقا محبت و خوبی کردی، احتمالاً از این آقا به شما خوبی نخواهد رسید، از طریق دیگری به شما خوبی خواهد رسید. یکی از قواعد دنیاست. خب اگر آدم از این اطلاعات زیاد داشته باشه تسلیم میشه. قبلا هم گفتیم دینداری تسهیل خواهد شد، حرکت انسان در دنیا تسریع خواهد شد. قبلا به عنوان برکات آگاهی از قواعد دنیا این تسهیل شدن و تسریع شدن رو مورد بحث قرار داده بودیم. دیگه آدم چونه نمیزنه، عصبانی هم نخواهد شد، یه آرامشی پیدا خواهد کرد. قبلا این چیزا رو گفته بودیم، درسته دوستانی که در جریان هستن؟ بله. خب این یه عیب داره. اون عیب چیه؟ حداقل به نظر میاد یه ایرادی داره. اون ایراد این هستش که دیگه دینداری با حلاوت نخواهد بود. عاشقانه بندگی کنیم و بیایید به خاطر خدا گذشت بکنیم و با احساسات دینداری بکنیم، احتمالاً دیگه نخواهد بود. چون وقتی شما با آگاهی تسلیم شدی، دیگه عمل عاشقانه جا نداره. آقا شما رو میذارن توی یک زندانی، میله میگذارن، شما دیگه اینجا نمیتونی بیای بیرون. معنی نداره اونجا بگی بشینی بگی خدای من به عشق تو نشستم ها، والله میذاشتم میرم، میذاشتم میرفتم. کجا میرفتی؟ حلاوت دینداری برای بعضیا در کش و قوسه های دینداریه، در جهالت هایی است که تو دینداری هست. جهالت از چی؟ نمیدونم چی میشه، همینجوری دارم برای خدا یه کاری میکنم، بعد میگیره نمیگیره، افت و خیز داره آدم.
ولی شما دارید میاد با نوعی از آگاهی ها آدم رو تسلیم میکنید، دیگه آدم نمیتونه گناه بکنه. من قبلا میگفتم خدا دوست دارم، به خاطر تو نمیرم سمت گناه، به خاطر تو وقتم رو میذارم برای عبادت، به خاطر تو بلند میشم برای نماز شب. بعدا مطلع شدم که نخه آقای شازده، شما به خاطر خدا هیچ کاری نمی کنی، همش به خاطر خودت، نمیتونی هم بخواه کاری بکنی. چی کار بخواه بکنی؟ تو که نمیتونی لذتهای خودت تو زندگی زیادتر از حدی که برات مقدره قرار بدی. آدم تسلیم میشه، یه دینداری توأم با تسلیم از سر آگاهی. عشق کو، محبت کو، ایثار کو، عاطفه کو. شما برای اینکه دینداری ما رو آسون بکنی، دینداری ما رو سرد کردی. آقا سوال روشنه یا روشنترش کنم؟ بله، یه چند نفر نظر بدن، یه مثال بزنن. شما سجده میرید، سجده طولانی تر باشه ثوابش بیشتره. حالا شما عجله هم داری، درسته؟ میخوای سجده رو کوتاه کنی برنش بری، بعد بیا و حالا به خاطر خدا این تن بمیره، من مثلا دوست تو هم اینا، تو بیا به خاطر خدا این خلوص رو امتحان کن، یه احساس قشنگی پیدا میشه. یا علی بگو دیگه، یا این سجده رو زیاد طولانی تر کن، سجده طولانی خیلی خوبه. شما هم یه احساسی پیدا میکنی یه روزی بالاخره بعد از این همه گفتنا میگی خدایا باشه، من بعد سجده هامو طولانی تر میکنم دیگه به عشق تو خدای من عزیز من. این یک دینداری عاشقانه. بعد از این مدتی یه آقای دکتری به شما میرسه میگه ببخشید این سجده طولانی یه کاری میکنه که خون رسانی به مغز به این دلایل بهتر بشه. بعد این فوائدو داره. یه کنفرانسی بود یا آقای پزشکی یه جایی اینو میگفت. حالا من بعد اگه میخوای سجده طولانی بکنی چی میگی؟ عشق خدا کدومه؟ میگه حالا بالاخره خدایی هم نبود، این خون رسانی به مغز بهتر میشه نمیشه؟ آقا دینداری سرد شده نشد؟ بله، آگاهی آدم رو تسلیم میکنه. عشق کو، عقلانیت آدم رو تسلیم میکنه. محبت و عاطفه کو، بله عقل ممکنه آدم استدلال های عقلانی رو برای دینداری بشنوه، راحت تر دینداری بکنه، کمتر هم حتی بیدینی بکنه، ولی اون کش و قوس‌های ارتباط عاشقانه با خدا، اون چیش، اون خیلی قشنگ نبود؟ یه جوری نگاه میکنید انگار خوبه من یه مثال دیگه هم بزنم. ما شنیده بود انرژی درمانی شنیده بودیم، مثلا ابویمون گرفتار بیماری شدن، گفتن الان ایشونو امارای هم نمیتونیم ببریم، سی تی اسکن هم نمیتونیم ببریم، الان حالشون اینجوریه و باید ببینیم. این سکته مغزی کرده بودن، توی بیمارستان بودن و توی آی سی او، و بنا شد که آزمایش صورت بگیره دیگه. گفتیم خدا چیکار کنیم؟ شنیدیم این آیونی که انرژی درمانی بلدن خوب اسکن میکنن. یکی از اینها با واسطه رفیق شدیم و گفتیم آقا شما بیا. گفت باشه میام. آقای اطباء مخالفت کردن، آقا این کارا چیه میکنه؟ گفتم بابا بالاخره بابام دیگه، آدم یه دونه بابا که بیشتر نداره، من هر کاری دستم بر. گفتن شما حق داری. اجازه دادن، ایشون اومد تو آی سی او اسکن کرد، گفت اینجوری شده. خیلی قوی. ما آقایون میگفتن که شما چقدر اطمینان داری به حرف ایشون. گفتم والا میخواد امتحانش کنی. این آقا مفت و مجانی در اختیار شما. خب شما که پرونده بقیه مریضا رو اینجا میدونید، هر کدوم یه هفته در روز دو روز اینجا هستن. گفتن باشه. اومد بیمار خوابیده بود، یه دستشو کشید، گفت این مثلا روده هاش به هم خورده، دیگه هم برگشت پذیر نیست، اینجوری شده. اونا گفتن درسته، ایشون یه سرطانی داره، زده به روده هاش، اینجوری شده.
مریض بعدی، مریض بعدی، مریض بعدی. یه مریض رو فقط حرفشو قبول نکردن. حالا من دارم تبلیغاتم میکنم برای انرژی درمانی، زمینن دیگه به من ربطی نداره بقیهش. بعد اونم این بود که گفت این جوان از بین میره، مغزش دیگه برگشت نداره، اینجوری اینجوری. اونا گفتن نه اتفاقا ایشون خوب میشه، برق گرفتگی داره، چیزی نیست، فرداش جوان از دنیا رفت. یعنی حرف ایشون درست تر اومد. بقیه هم که همونجا تشخیص دادن درست. حالا بحث ما ربطش به انرژی درمانی چیه؟ میخوایم بکشونیم به دینداری عاقلانه، دنبال عشق هم بعدش بگردیم. بعد از اینکه اومدیم بیرون، ایشون با من صحبت کرد. اون شب شروع کرد به صحبت کردن، گفت میدونید ما انرژی درمان ها میگیم کی انسان انرژی میگیره از کائنات و کهکشان ها و امواجی که هست، و بالاخره اصطلاحات خاصی برای خودش داشت ایشون. گفتم کی؟ گفت سحرگهان، وقتی قبل از اذان صبح شما 10 دقیقه الا 20 دقیقه بایستید در حالت ایستاده، دستتون رو جلو صورتتون بگیرید، از آسمان ها اینجوری انرژی میاد بعد کف دستتون میره تو وجودتون. یه چیزایی میگفت که خب من نمیفهمم اینا رو دقیق. بعد هم همینجوری لبخند میزد، نگاه میکرد، حاج آقا دیدی؟ گفت حاج آقا میخندی؟ منم ناراحت شده بودم. گفت خب حاج آقا این همون نماز شبه. مگه پیامبر اکرم نفرمودن که نماز شب موجب سلامتی صحت بدن میشه؟ ما رازشو کشف کردیم. گفتم برو ببینیم بابا حال داری تو هم. ما یه نماز شبی اگه گاهی میخوندیم یه 4 تا الهی العف میگفتیم، فکر میکردیم یه کار مخلصانه میکنیم، حالا دیگه اومد نماز شب ما هم خراب کردیم. میگیم نگردار انرژی برسه، نگردار. چه عبادتی؟ تو با علم داری منو تسلیم خدا میکنی، عشقم کو؟ تو با عقل داری تسهیل میکنی بندگی رو؟ بله، دیگه نمیتونم قنوت نماز وتر رو طول ندم، دیگه تو اینو گفتی راحت طول میدم. اصلا ایمان نمیخواد، اصلا نماز نمیخواد، بمپنه جوی سمجه نگرد دست تو. پس فردا هم البته ما نماز رو میخونیم. چرا؟ چون میترسیم پس فردا این دکترها بگن اون وضو هم در این انرژیه یه اثری داره، بعد بگن در حال ذکرم باشی اونم یه اثری داره. اون دکتر آقای ژاپنی گفت مثلا ذکر چه آثاری داره؟ ولمون کن تو رو خدا، همو اول گوش میدیم حرفشونو، نه حتما یه اثری داره، بیا بخون نماز برو. قبلا تصور میکردیم آه ما چقدر عاشق خدا هستیم، چقدر خدا را ترجیح داده ایم، خواب را کنار گذاشته ایم و به خدا پیوسته ایم و در حال مناجات هستیم. قبلا فکر میکردیم که چقدر داریم مایه میگذاریم برای خدا، اما حالا بله نماز شب دیگه انشالله میخونم، ولی دیگه انرژی داشته باش. شما میخوای قواعد حیات رو به ما بگی من تسلیم بشم؟ تسلیم میشم دیگه، اینجوری میشه تسلیم میشم، همین مثل این مثالا. آقا تو نمیتوانی لذتی بیش از لذت مقدرت ببری، این لذت را از طریق حرام نبری، از طریق حلال به تو قطعا خواهد رسید، خودت تعیین کن از طریق حلال ببری این لذت را یا از طریق حرام. خب آدم عاقل میگه که من مریضم، میگه از طریق حرام صبر میکنم از طریق حلال. آقا از طریق حلال بشه بیشترم میشه. آره خدا وکیلی بیشترم میشه. خب دیگه عشق به خدا نمیخواد 2000 عقل داشته باشی لذت حرام میذاری کنار، میذاری کنار. آقا صحبت من منطقی بود یا نبود؟ بله. پس اگر عقل باشد نباشد که جان در عذاب است، عقل باشد دینم به دنبالش میاد، ولی دیگه این دین اون دین عاشقانه نیست. اشکالی نداره؟ برای اینکه معلوم بشه که ما این دینی که میخوایم داشته باشیم عاقلانه باشه اشکالی نداره، این روایت رو اجازه بدید براتون بخونم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد لولم ینهی الله سبحانه عن محارمه لوجب ان یجتنب اهل عاقل. اگر خدا نهی نکرده بود از محارم، از حرامها، واجب بود عاقلان اجتناب کنن.
یه آدم عاقل بدون دین و ایمان هم حرام انجام نمیده اگه عقلش برسه. دانستن قواعد حیات موجب میشود آدم عقلش برسد، دینداری آسون میشه. دیگه ایمان هم نداشته باشی تسلیمی نمیشه، وقتی نمیشه کجا برم؟ یا در روایت دیگری امام کاظم علیه السلام در وسائل الشیعه میفرماید ان العقلا ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب. میفرماید عاقلان ترک میکنن زیادی های دنیا رو، میدونن ضرر داره طبق قواعد حیات. حالا ما میرسیم دیگه کم کم هی داریم بررسی میکنیم. فکیف الذنوب، چجور برن سراغ گناه؟ زیادی های دنیا که حلاله، اگه عاقل باشه آدم میگه زیادیه نمیخواد، بذارش کنار، میذاره کنار، چه برسه به اینکه بخواد گناه بکنه؟ دینداری عاقلانه رو ببینید که زیادم همچه خرج ایمان بر نمیداره. یادتون باشه جلسات قبل عرض میکردم، گفتم ما چرا زیادی میخوایم از ایمان خودمون بار بکشیم؟ چرا میخوایم زیادی رو دوش ایمانمون بار بگذاریم؟ هرچی میشه میگه آقا تو ایمان نداری این کارو میکنی؟ مثلا خانوم بد حجابی میکنه، هی میگه آقا خانوم شما ایمان نداری؟ حجابت رو رعایت کن. آقا خانوم شما ایمان نداری؟ بابا چقدر فشار رو ایمانش میاری؟ دوزارم از عقلش استفاده کن. عقل و ایمان بالاخره با هم مرتبط هستن، ولی دوتا هستن. خانوم شما راحت باش، اگه میخوای بی حجابی کنی دل یه مرد دیگه ای رو ببری با خانومش رابطش بد بشه، این اتفاق بعدم برای شما هم خواهد افتاد. این یکی از قواعد دنیاست، از هر دست بدی از اون دست میگیری. پس فردا دچار کمبود محبت در زندگی زناشویی خودت شدی، آقاتون با به شما همون برخوردی رو کرد که آقایون دیگه با خانوماشون همون برخوردا رو میکنن، در اثر دیدن شما، شما راحت باش. من صدمه میخورم؟ بله شما صدمه میخوری، این قاعده حیاته. حالا ایمان هم نمیخوای داشته باشی، بالاخره اینه دیگه. طرف کمی راحت تر قبول میکنه آقا. به آقایون هم اینطور، چشم چرانی یا برخی از معاصی از این دست، همین اتفاقها رو برای خانواده شما مقدمش رو فراهم خواهد کرد. نمیشه خارج از این قاعده نیست، دنیا اینجوریه. تو مسائل ناموسی و محرم نامحرم و اینا عمل و اکسال عملیه، بد جورم عمل و اکسال عملیه. دیالا شما خود راحت باش. به حدی که در روایت داره میفرماد آدمی که غیرتمنده هیچ وقت زنا نمی کنه. چرا؟ چون غیرت داره دیگه، میخواد ناموسش حفظ بشه، چون عمل اکسال عملو میدونه، ایمان نمیخواد، یه دو تا چهارتا میخواد. راحت جمع میکنه در خودشو، آقا به خاطر خدا، آقا به خاطر قیامت، آقا چقدر فشار میاری رو دوشش. به ما میگن که آقا شما خیلی مثلا بعضی وقتا مثلا ما گله هایی میکنیم از دست فیلم ها و اینا، شما انتظار داری همه فیلم ها از خدا و پیغمبر و ایمان و اینا صحبت بکنه؟ والا به خدا ما خودمون بالا منبر همش از خدا و پیغمبر صحبت میکنیم. آقا انصاف بدید، چرا علکی در مورد آدم حرف میزنید؟ با این خود خدا تو قرآن همش از ایمان حرف زده، گلش از آدم ها از بی ایمانی نیست، گلش از آدم ها به خاطر بی عقلیه. میفرماید اکثر هم لا یعقلون. شما عقل ما رو پای فین فربه بکن، عقلانیت ما رو افزایش بده، نشون بده دنیا داره عمل و عکس العمله، نشون بده هر کسی از هر دست داده از همون دست گرفته، هر کی خیانت کرده خیانت شده، چاره ای نیست. اینا رو نشون بده تو قصه ها، جمع میکنن آدم با خودشونو. اصلا شما نمیخواد تو فیلمتون برگردید بگید حجاب یه امر ارزشیه، دنبال نگاهی که به این فرد بد حجاب میشه برو تو داستان خودت، ببین چه صدمه خانوادگی به اون میزنه. بعد داستان دیگه، کارگردان آزاده، از هفت دولت آزاده. بعد برو تو زندگی اون خانم، هر بلایی تو زندگی این آقا اومد و اون خانم، همون بلا تو زندگی خانوادگی ایشون میاد. داستانت دیگه، برو دیگه. نه خدا میخواد، نه پیغمبر، نه قیامت میخواد، نه عاشقی، نه عاطفه، نه ایمان. یه ذره آدم عقل داشته باشه چهار تا قواعد دنیا رو ببینه خودشو جمع میکنه.
اینا رو باید تو فیلم‌ها نشون داد. خب پس اینکه دینداری عاقلانه بشه و به واسطه عقلانیتی که مثلا در بحث عمل و عکس العمل، جزا و پاداش دنیایی و قواعد محدود کنندگی دنیا وجود داره، آدم اینها رو بدونه دینداریش سهل میشه، این اشکال نداره، در روایات هم هست، بله اشکال نداره. خب پس ما اعتراض نمی کنیم، سوال می کنیم. آخه سوال دو نوعه، بعضی خودم سوال نمی کنه اعتراض می کنه، بعضی خود فقط سوال می کنه. اول ما اعتراض کردیم، گفتیم آقا شما با این عقلانیت ایمان ما رو سرد کردی، چه خبره؟ عشق و دینداری رو، عاطفه و دینداری رو سردش کردی، چه خبره؟ بعد دیدیم که نه، دینداری عقلانی هم داریم. امام کاظم علیه السلام میفرماد اصلا عاقل، امیرالمومنین میفرماد عاقل خودش اجتناب میکنه، اصلا به ایمان به خداش هم زیاد ارتباط نداره. ما نمیشه این کارو کرد، نمیکنم، نمیشه برد، نمیبرم. ببری پاشو میخوری، خب نمیبرم. باش عاقل، البته عقل به اضافه ایمان بشه قوغا میکنه، ولی عقل بیاد دیگه خیلی از کارا رو راه میفته. حالا پس سوال میکنیم، آقا اشکال نداره ما عاقلانه بندگی کنیم، باشه، پس اون عاشقانه بندگی کردن چی میشه؟ اون مخلصانه بندگی کردن چی میشه؟ مخلصانه بندگی کردن یعنی منافع خودشو در نظر نگرفتن. اینجا که ما هر کاری میکنیم منافع خودمون رو در نظر گرفتیم. شما یه جوری داری دینداری رو به ما معرفی میکنی، همش تو این دینداری منافع ما پاش در میونه. عزیز من اعتراض که نمی کنی. نه اعتراض نمی کنی، ولی میخوایم ببینیم اون عشق به خدا کجا میره. من فکر کنم داری اعتراض میکنی. گفتم اگه اعتراض میکنی آیه قرآن برات بخونم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، هر کار خوبی بکنی برای خودت کردی. امیرالمومنین علی علیه السلام ذیل این آیه کریمه یه روایت داره، میفرماید من هر کاری کردم تا حالا برای خودم کردم. اعتراض کردن، گفتن یا علی ابن ابی طالب به خاطر خدا شما این کار رو انجام ده، شما خیلی مخلصی. میفرماید خدا فرمود در قرآن این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. من فکر کنم اعتراض بمون، گفتم بیشتر توضیح بدم. اگه بیشتر اعتراض کنید تا آخر ما رمضان در این باره صحبت میکنیم. نه دیگه اعتراض نمیکنید، در چهره های شما معلومه دیگه، کاملا قبول کردید که دینداری عاقلانه هست و درست هم هست، هرچند سرد میشه. خب آقا بگید که اون گرما چی میشه؟ این سوال کننده رو بذار من توضیح بدم، یه کمی شما نمیشناسیدش، من باید کمی توضیح بدم برای شما. اون گرمایی که دنبالش چیه؟ گرمایی که این میگه یه گرمای خلوص عامیانه و جاهلانه است، یه گرمای عشق جاهلانه است که من برای شما توضیح بدم اول، بعد برم سوالش رو جواب بدم. میگه اون گرمای چی میشه؟ میگه انگار عقل نباید باشه این بنده خدا هر موقع یه کاری هیچ فایده‌ای برای خودش نداشته باشه. درسته؟ هیچ فایده ای نداشته باشه، خدا دستور داده باشه، یه نگاه به خدا میکنه میگه خدایا واقعا به خاطر تو دارم این کار انجام میدم، مخلصین علاء الدین. این بنده خدا اخلاصش اینه، ولی یکی یه کاری برای خودش فایده داشته باشه دیگه نمیتونه مخلصانه انجام بده. این آقا باید نادان باشد تا اخلاص داشته باشد. من دارم افشاگری میکنم، این پرسشگر که خودم باشم باید نسبت به منافع اعمالش نادان باشد تا اعمالش را عاشقانه بپندارد. خدایا به عشق تو، میدونی که برای من فایده نداره، همش ضرره، فقط به خاطر تو. اینجوریه مشتیش، مشتیگریش به اینه. وقتی میتونه با خدا عشق بازی کنه که بگه خدایا همش برا من ضرره با، فقط به خاطر تو. این عشقش اینجوریه که آدم هم خندش میگیره از این عشق، چون اصلا خدا یه همچین عشق و خلوصی رو
شاید تعویل نگیره. حالا شاید که میگم یه احتمال کوچیکی گذاشتم برای کسانی که عقلشون بیشتر از این نمیرسه، ابی نداره، بذار خوش باشن. خدا اینجوری نیست. خدا میفرماد ببین بین جا، تو هر کاری میکنی برای منافع خودت، بشناس، بشناس موتورت پیاده بشه. وقتی بشناسی یه تواضع عجیب غریبی میکنی، سرتو میندازی پایین. کی میگه که من باید ندانم تا عاشقانه رفتار کنم، ندانم تا عارفانه رفتار بکنم، تا احساسات ایمانی داشته باشم؟ کی اینو گفته؟ نکنه اون وقت شما دیگه وقتی میری سر کار حقوق میگیری، به خاطر حقوق دیگه مخلصانه نمیتونی بری سر کار؟ آره اینجوریه. خب اینجوری دیگه، پس دیگه کار رو مخلصانه نمیتونی انجام بدی دیگه. اگه اینجوری باشه شما غذا نمیتونی مخلصانه بخوری. چرا؟ چون گرسنه داره، از گرسنگی ضعف میکنی. ای بابا غذا رو بده بیاد، من چیکار دارم حالا الان خدا هست یا نیست، غذا رو بده بیاد. و پس شما اگه اینجوری باشه دیگه نمیتونی مخلصانه غذا بخوری. مگه نفرمودن که برای هر حرکتت حتی خورو خوابت هم نیت داشته باش؟ به به، چشمم روشن. اینجوری دین داری میکردی دلاره؟ وقت اینجوری میدونید نتیجه چی میشد؟ میگفتی هرچی آدم نادونه میره دینداری میکنه. آره نه دیگه، بگو دیگه، من داریم صحبت میکنیم دیگه، نتیجه صحبت شما این میشه دیگه. و هرکی 2000 کلاس سواد یاد میگرفت دیگه دینو میذاشت تاخشه. نه دیگه بگو دیگه، روشن فکر را بعضن بیدین میشن، همینه دیگه. نه دیگه بفرمایید دیگه، دین مال هرچی آدم بی سواده. بله نه دیگه گفتی دیگه، خود اعتراف کردی، ما فهمیدیم گیر کجاست. خب شد سوال کردی اینو. وقتی آدم چیز بفهمه دیگه عشق و خلوص از بین میره. عزیز من حالا جوابو داشته باش، فداتشم. عاشقی کردن، اخلاص ورزیدن، عاطفی دینداری کردن، بعد از این آغاز میشه که تو بدانی منافع دینداریت را برای خودت. آگاه باشی نمیتوانی دینداری نکنی. ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی. خدایا اومدم دارم با تو مناجات میکنم، نرفتم جای دیگه. عشق هست در کلام امام سجاد، عقلم هست. میگه البته خدایا من هنر نکردم، من اگه جای دیگه میرفتم جوابمو نمیدادن. اومدم عشق بعد از اینه. عشق به خدا یه عشق مخصوصیه. اصلا شما آدم عارفی بشین، خدا پرده رو از جلو چشمت میزنه کنار، میگه بیام فواید اعمال تو ببین. یه ذره بعدش خودخواهی تحریک بشه، از اون عرش با مغز به زمین میایی. تو باید بدونی. مثالشو بزنم، بنده اعتقاد شخصی مینه قرارمون روز قیامت. ابوالفضل العباس داشت میرفت کنار نهر علقمه، نمیدونست که باب الحوائج میشه. میدونست؟ چرا نمیدونست؟ مگه میشه ابوالفضل العباس عارف نباشه بود به چنین مقامی برسه؟ عرفا این چیزا رو میدونن. خب میدونست باب الحوائج میشه، خب آدم بدونه اینقدر بهش میدن دیگه چه عاشقیه که بگه من خدایا عاشق تو هم و به عشق حسین همه چیو دادم. آه عشقو از اینجا به بعد شروع کنید، فداتون بشم ترجمه کردن. عشق میدونه چیه؟ هی همه ملائکه یا آسمان و زمین و همه حقایق دارن میگن عباس به نفعته، به نفعته عباس. ولی عباس به عباس قسم، یک لحظه به این منافعی که میداند نگاه نمی کند و فقط و فقط و فقط به حسین نگاه می کند. زیبایی عشق از اینجا به بعد معلوم میشه. نه اینکه عباس عاشق حسین است، عاشق خداست و برای حسین کار می کند چون نمی داند منفعتی برایش دارد یا نه. چقدر فرق میکنه؟
آقا سجده رو طولانی کنی برای سلامتیت مفیده، حالا اگر عاشقانه سجده کردی درسته. آخه حاج آقا آدم منفعتش رو میدونه چجوری عاشقانه؟ بله، عشق از اینجا به بعد معنا پیدا میکنه. یه اخلاص داریم، اخلاص جاهلانه است. اخلاص جاهلانه یعنی چی؟ والا خدایا همش ضرره، منفعتی برای ما فقط به خاطر تو، چیکار کنیم؟ این قیافه رو ناکن، این عجبه ها، این سرشار از عجبه. نبین صدای مظلومش رو ادا شکلک در میاره، خدایا فقط به خاطر تو، برای ما که همش ضرره، تو بی خود کردی، بی جا کردی، اینجوری برای خدا بندگی میکنی؟ کجا بندگی کنی برای خدا برای همش ضرره؟ بیا من منافعش رو بهت بگم. حالا منافعش رو فهمیدی؟ برو حالا مخلصانه. دیگه نمیتونم مخلصانه، من به خاطر منافع این کارو میکنم. عشق یعنی این که منافعت را بدانی و نبینی. عشق یعنی جبر قواعد محکم حاکم بر حیات با علم و عقل تو، تو را تسلیم خدا کرده باشد و عاشق خدا باشی. صدا بزنید تو دعای کمیل امشب، لا یمکن الفرار من حکومتک، خدا نمیتونم از حکومت تو فرار بکنم ولی عاشقتم. عشق معناش این نیست بتونی فرار بکنی بعد فرار نکنی، بایستی بگی که خدایا میتونستم برم ها ولی عاشقتم وایستادم. یه همچی عشقی ما نداریم. قشنگ شد یا نه رفقا؟ بله؟ این میشه عاشق ذلیل، عاشقی که در خونه خدا ذلیله. مسکینن، مستکینن، ذلیلن. اینجوری اومدم در خونت، نمیتونستم نیام، مجبور بودی؟ آره؟ بله خدا، منافعت اقتضا میکرد؟ آره؟ آره خدا، منافع هم اقتضا میکرد. ضرر میکردی اگه نیای؟ درسته؟ آره ضرر میکردم، ولی دوستت دارم، ولی تو خیلی خوبی، به تیغم گر زنی دستت نگیرم، وگر تیرم زنی منت پذیرم. تو حرم امام رضایی که جلوی منو گرفت، خودش میگفت من تازه از خارج از کشور اومدم، سالها قبل گفت من میام و میرم ولی اونجا زندگی میکنم. از این بچه مذهبی که ما میشناسیم نبود ظاهرش، حالا یه نفر آنه وقت فکر نکنی هرکی تو حرم امام رضایی اینجوریه، ولی حالا میخوام مثالشو بزنم دیگه. برگشت گفت حاج آقا من یه حرفی میخوام بزنم، ظرفیتشو داری بشنوی؟ گفتم انشالله که داشته باشم، خودم آماده کردم برای یه چیزی که ظرفیتشو عیناً نباید داشته باشم. گفت بس دیگه، هرچی بهت دادن خوردی از این حکومت بس، دست بردار، اینقدر دین و معنویت رو آلوده نکن به منافع دو روزه دنیات. گفتم کی به من داد خوردم؟ تازه فهمیدم چی داره میگه. گفتم باور کن ندادن چیزی. گفت آجی برو، ما رو رای نکن، برو. چه جوابهای زیادی میشد بهش داد، یکم با هم لبخند زدیم و گپ زدیم و کوتاه هم نیومد و اون جوابی که باید بهش بدم هم ندادم. من سعی میکنم متقاعدش کنم، ببین آخه من شرایط زندگیم اینه که دوتا مثال زدم، شاید اشتباه هم کردم. من از سر صداقت باش صحبت میکردم، گفتم خب من شما نمیگه من آخونده حکومتی هم، بابا برسن دیگه، مثلا فلان مشکل رو نداشته باشم، اینجوریه اینجوریه. نمیخواستم فقر نمایی کنم، میخواستم بدونه که این خبران نیست، به خدا نمیگن حالت چطوره.
کردی برای خودت، کردی برای خدای خودت، کردی برو دیگه. خب ببین اصلا چه قدرت با شماست. آن بذارید من البته خدای نکرده نعوذ بالله نمیخوام خودم رو مقایسه کنم ها، ولی یه تیکه یه کسی به یه کسی انداخته بگم براتون جالب متناسبه با بحث. کاش ما یه ذره گرد پای همچه آدمایی باشیم. عمار یاسر اومد پای شطور عایشه نهیبی زد، گفت چرا خلاف کردیم؟ دیدی این راه بر حق بود، دیدی ما پیروز شدیم. عایشه برگشت به عمار گفتش که آره دیگه پیروز شدی، حکومت دسته، باید دفاع کنی از رئیس. آقا عمار آتش گرفت، داد میزد، میگفت به خدا اگر علی تنها بود من با علی بودم، من با علی به دلیل اینکه حکومت داره نیستم. و هرچه گفت کسی از سخنانش رو باور نکرد. ولی آتش گرفتن در این ناله های عمار اونجا پای رکاب شطر عایشه پیداست. من موندم چجوری به این بگم. بعد چیزی که من به اون نگفتم میدونی چی بود؟ گفتم عاشق، میخواستم اینو بهش بگم نگفتم، دیدم دیگه ظرفیتش نیست. واسه میگم عاشق میدونی کیه؟ عاشق کسی نیست که بهش ندن تا بتواند فقط عاشقانه کار کند. اگه بهش دادن و باز فقط و فقط و فقط در دلش عاشقانه کار کرد، او درست است. برای یاران امام زمان علیه السلام پس از ظهورش این گونه خواهند بود: هر که بهتر باشد به او حکومت میدهند، قدرت میدهند، و او به خدا قسم فقط برای عشق امام زمان به او خدمت میکند. عاشق به این نیست که بدبخت بشه، بیچاره بشه، بگیم آه این عاشق ها. ببین اینو چجوری میفهمه؟ او که نمیتونه قبول کنه به ما هیچی ندادن، چجوری میتونه قبول بکنه که ببین اگه به آدم چیزی هم دادن به عشق لطمه نباید بزنه، عشق از اونجا آغاز میشه. چگونه عشق از اینجا تازه آغاز میشه؟ ها ببینید دوستان من، این جواب علمی شما بگم حالا، یعنی اونا هم که قبلا گفتم آلمانه است ولی با تأکید و اینها همراه بود، یک عبارتی که چرخه امر رو نشون بده به ما، مکانیزمش به قول معروف چجوریه. رفقا شما با عقل با علم تسلیم بشید، تسلیم خدا بشید، معاصی رو بذارید کنار، حالا سالم میمونی. آفرین. راحت کن دینداری رو با عقلانیتت و آگاهید از قواعد حیات. نمی شود من بعد دیگه نگو گناه نمی کنم، بگو نمی شود گناه کرد، و الا گناه می کردم. نمی شود، حالا و الا گناه می کردمشو مبالغه آمیز دارم عرض می کنم، نمی شود گناه کرد و زندگی کرد. راحت شو ها، نمی خواد حالا اینجا عشقتو بیاری مصرف کنی، نمی خواد اینجا لازم نیست عشق داشته باشی، خلاص شدی؟ نمیشه سالم زندگی کرد، نماز شب نخون. راحت شدی؟ حالا باشه نماز شب، راحت بلند شو، راحت گناه نکن، راحت در فضای خوب قرار بگیر. خب در فضای خوب که قرار گرفتی، حالا یه مدتی سالم زندگی کردن تجربه کن، بعد کم کم خدا رخ نشون میده، دلتو میبره. تو اول سالم باش با عقلت، بعد عاشق شو با قلبت. آقا ما الان چیزی گفتیم ما، درسته؟ میخواییم اینو یاد داشتش بکنیم برای خودمون. اول سالم شو با عقلت، نمیخواد با عشقت بری سالم بشی، ده تا هم منت بذاری سر خدا، خدایا عاشقت هم اومدم تو این راه ها، خب بی خود کردی، تو باید میمدی تو این راه، کجا میخواستی بری؟ اول تسلیم شو با عقلت، تسهیل کن سلامت خودت رو با عقلت. راحت شدی؟ حالا خدا رو نگاه کن، خوشت میاد؟ بذار سحرت بکنه، بذار یه کاری بکنه باهات که خیره خیره به خدا نگاه بکنی، بگی خدا اگه همه دنیا رو الان بذاری تو بغل من، من فقط تو رو میبینم، تو چقدر زیبایی، تو چقدر نازی، تو چقدر قشنگی. زمان آقای امام زمان علیه السلام هم همینطور میشه.
همه مردم. امام صادق علیه السلام فرمود، فرمود آخرالزمانی ها با عقلشون دینداری میکنن. زمان آقای امام زمان دست به سر مؤمنین میکشه، عقلشون زیاد میشه، همه راحت دینداری میکنن، بعد فرصت پیدا میکنن عاشق بشن. آخه دل آلوده ای که به خاطر بی عقلی ها سیاه شده، این چگونه میتواند عاشق پروردگار بشود؟ گفتم این مثال و بارها، بگذارید بگم. هی دوستان تذکر میدن آقا مسائل مبتلا به رو هم مثال بزنید، مثل حجاب. آقا بابا حجاب مسئله است تو رو خدا. آقا این تو رو خدا نگاه کن، یه بیخبری ملت ما گرفتار شده. یه ذره با خبر باشه از دنیا، حجاب مسئلهش حل شده است. فداتون بشم، حجاب مشکل جامعه اسلامی نیست، حجاب مشکل جامعه کفاره که نمیدونن با حجاب باید چه خاکی به سرشون بریزن. اونا گیر کردن. حجاب مشکل استکبار جهانی و صهیونیست‌هاست. حجاب مشکل هالیووده. آقا ما با کدوم کار فرهنگی جلوی حجاب رو بگیریم؟ نمیشه. هی حجاب داره پیشرفت میکنه. بی حجابی مشکل ما نیست. نباید یعنی باشه. نیست یعنی نباید باشه. آقای دکتری اون لنگ دنیا، استاد دانشگاه، بعد از یه صحبتی منو دعوت کرد، گفت بریم خونم و میخوام یه حرفی به شما بزنم. گفتم بریم. ظهر نشستیم نهار رو، گفتش اینجا خیلی مختصر به شما بگم، یه خانم، یه دختری توی کلاس ما اومد کنفرانس علمی خودش رو بده سر کلاس، لباس ناجور پوشیده بود، ناجورتر از همیشه، حالا اونجا که بی حجاب هستن همیشه، لباس های مثلا تحریک کننده پوشیده بود. من 5 نمره ازش کم کردم. گفت چرا؟ گفتم به خاطر لباست. یه میتینگی تو دانشگاه علیه من راه انداختن، گفتن ایشون تبعیض مذهبی قائل میشه و به خاطر اینکه مسلمونه از حجاب خوشش میاد، من یک کمی ظاهرم مثلا اینجوری بوده، این 5 نمره منو کم کرده. مسئولین دانشگاه منو دعوت کردن، گفتن شما چرا این کار کردی؟ گفتم به خاطر اینکه این خانم لباس اینجوری پوشیده بود، جلوی نقد علمی رو گرفت. بچه‌های دیگه به خاطر اون ارتباط عاطفی و هوسی که باش برقرار میکنن مطلبش رو نقد نکردن. آیا میخواید دانشجو با خاطر لباسش سطح علمی دانشگاه رو بیاره پایین؟ گفتن نه آقای دکتر، شما درست میگی، 5 نمره حقشه. بعد گفتن من بعد هر کی کنفرانس میده لباس درست بپوشه. امام صادق علیه السلام آخرالزمان مردم با عقلشون دینداری میکنن. خب اگه این رسید به این که یه لچکی هم رو سرش بندازه چی؟ اگه این رسید به این که چادرم سرش بکنه چی؟ با عقلش رسید. اومدیم و رسیدن. آخرالزمان اینجوری میشه. ما با قواعد حیات میخواییم خودمون رو تسلیم کنیم. بحثمون امروز ادامه پیدا نکرد، در یک بحث مقدماتی سوال و جواب باقی مون در میانه را، میخواستم سریعتر عبور کنم، نشد. ما با قواعد حیات میخواییم خودمون رو تسلیم بکنیم برای دینداری، تسهیل بکنیم. این عقل ماست که ما رو به بند میکشد و به ما میگوید گناه نمیشود گناه کرد، هنر نکردی اگر گناه بکنی. این دینداری رو سهل میکنه. آتش محبت خدا کجاست؟ بعد از اینکه مدتی در این محله پر از عقلانیت با صفا و سالم زندگی کردی، میگی من احساس میکنم خدا رو خیلی دوست دارم و کم کم احساس میکنم که دوست دارم باش حرف بزنم. اگه سلامتی هم تو نماز شب نبود، دوست داشتم تنهایی باش حرف بزنم. کم کم عشق کم کم به بازار میاد. کم کم